چون شما خب کرد هستید، به تمام وقایع حتما اشراف دارید. اشاره فرمودید به اون قانون اساسی جمهوری اسلامی، فرمودید در کردستان باش مخالفت شد. یکی این رو میخوام بیشتر توضیح بدید، یکی اون تصویری که خلخالی آمد کردستان و تعدادی کرد رو تیرباران کرد، اون تصویر همیشه در نقش جهان واقعا جهانیان نقش بسته. اون حادثه هم میشه اشاره بفرمایید هموطنانی که اون عکس رو دیدن از کردستان و صادق خلخالی بدانند که اون ماجرا چه بود، به چه منظور خلخالی آمده بود به کردستان؟ بله، خلخالی به عنوان حاکم شهر از طرف شخص خمینی به کردستان اومده بود، این در خاطراتش نوشته. بعدم در آخرین مصاحبهش با رادیو بی بی سی اون زمان اشاره کرد که اگر امام زنده بشه و بازم به من مأموریت بده میرم در کردستان، قلپاتم به راه خواهم انداخت. قابل توجه که حتی زندانیان سیاسی تو اون دوره اونها ردیف میکرد و اشاره میکنن که مثلا میگفت شما اعدام، شما آزاد، شما اعدام، شما آزاد، به صورت یک به دو. یا و خیلی صراحتا هم میگم اگر شما گناهکاری به سزای اعمال خودت رسیدی، اگرم گناهکار نباشه خب بالاخره خدا اونو میبخشه و به عنوان شهید به بهشت، به بهشت میبره. بله، و هزاران جنه. مثلا شما بهار خونین سنندج رو به یاد داری که اولین بهار کوتاه آزادی بود بر سر مردم کردستان، در سرطه زبیش در سنندج بم فرود آوردن به روستاهای اندرخاش در اطراف محابات و بوکان، سبزی، سرچنار، حسن ایران در اطراف نقطه حمله بردند. حتی اسناد وجود داره، تحقیقات شده در این در یک از این روستاها در واقع یکی از ملاها قرآن به دستانش میگیره و به طرف نیروهای ارتش که به فرمان حسنی در اون امام جمعه ارومیه چندی پیش فوت کردند میره و میگه از کشتن زن و بچه دست بردارید. ولی تمام اینها را در واقع طبق قوانین بین المللی اینها در واقع نسل کشی محسوب میشه و بر سر اینها بمب فرود آوردن و بینم به حالی کرده بودن که بنده اینها تزیه طلب هم. خود آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور وقت که یک روزگاری هم دستور می دادن که این بند پوتین هاتون رو باز نکنید، البته اون زمان هم پیشمرگا و مردم کردستان میگن به حالت شوخی و در واقع کنایه میگفتن بیچاره سربازها اینه که این همه مدت پوتین هاشون رو باز نکنن، پاهاشون بو میگیره در داخل پوتین ها. اینو بعد در آخرین مصاحبهش با حفظ اسناد حقوق بشر ایران، مرکز حفظ اسناد حقوق بشر ایران، میگه اون زمان که آقای خمینی در 28 مرداد سال 58 علیه مردم کردستان فرمان جهاد سر داد و شما به خوبی درک میکنید که معنی جهاد چیه، برید بکشید، تجاوز بکنید، بسوزونید و این در راه خداست و هر آنچه که شما میگیرید به عنوان غنایم جنگی از کفار میگیرید و اگرم نگیرید خدا پاداش شما را بدون هیچ اما و اگری در بهشت با پیشگیش کردن غوری ها و این همه غنایمی که وجود داره درست خواهد کرد. و میگه من به عازم یک مأموریت بودم، به راننده گفتم که به طرف قم بپیچونید و من رفتم حضور ایشان، بهش گفتم تاریخ خیلی بد در مورد شما قضاوت خواهد کرد، آخه این چه فرمانیه که شما علیه مردمی دادید که نصف حدود 30 تا 35 حتی 40% اونها شیعه مذهبند، بهش این فرمان نارواست. و ایشون عرضش گفت خب بالاخره به من گفتن اگه این فرمان رو ندم کردستان از دست رفته است. از اونایی که قرآنی آوردن کامل عصبانی شدن و گفتم عین اینم در صحیفه نور چاپ شده در خاطرات کمران که اون موقع فرمانده عملیات و یا بهتر بگم کشتار مردم کردستان و بیجه در پاوه و آرامان بود چاپ شده و اومده. مسئله رفراندوم، من در رفراندوم 12 فروردین گفتم جمهوری اسلامی آری یا نه، خیلی طبیعی مردم علیه نظام استبدادی شاهنشاهی به پا خواسته بودن، انقلاب کرده بودن و به این نظام قبلی یا جمهوری اسلامی خیلی طبیعی بود که به جمهوری اسلامی. ولی مردم کردستان ایران بنا به این پیشینه تاریخی مبارزاتی از اسماعیل خان سمکو و دیگران و به ویژه پیشوا قاضی محمد در دوم بهمن ماه 1324 مصادف با 1945 که جمهوری کردستان در مآباد اعلام کرده بودند،
این تجارب تاریخی و زمانی که شاه میگفت در واقع اقیانوس آرام ایران این مبارزین کرد در سال 46-47 بودن که دفاع خواستن و یک شورش رو به پا کردن و دادخواهی کردن و خواستار دموکراتیکشون بودن، گفتن این رفراندوم چیز دموکراتیک محسوب نمیشه و معلوم نیست که برنامه جمهوری اسلامی ایران برای اداره امور جامعه چی هست. اون موقع یادمون نره آقای مشیری خیلی ها عکس امام راحل رو در واقع تو ماه میدیدن، خیلی ها فکر میکردن امام ضد امپریالیستی باید پشت سر ایشان و اونهایی که به امام و بیانات ایشون نه میگن یا پشت میکنن یا اصلا نه میگن، اینها کسانی هستند که نوکر و وابسته به امپریالیسم جهانی هستند و خون اونها مباح و حلال رو باید همه اونها را قلع‌وخام کرد. حتی نیروهای چپی بودن تو اون زمان مثل اکثریتی ها توده ای ها کربلان حمله در واقع به کردستان بودن و اگر نفت می کردن نفت می کردن جمهوری اسلامی و که چرا سپاه پاسداران و به سلاح‌های سنگین مجهز نمی کنید تا بهتر و سریعتر بتونه جنبش برحق مردم کردستان ایران رو به زانو در بیاره و سرکوب بکنه. و این روند هنوز هم متاسفانه ادامه داره و ما حتی در بخش های سراسری مورد تبعیض قرار میگیریم. شما توجه و دقت بفرمایید که همین حالا که با هم صحبت میکنیم در حد انقدر طول 20 سال گذشته بیشترین اعدام ها از هموطنان کرد ما صورت گرفته. امروز حدود 25 نفر اگر حکم اعدام دارن 18-19 نفر اونها فعالین کرد هستند. هر روز در مرزها به کاسبکاران مرزی که امرار معاش میکنن و برای اینکه یه زندگی بسیار یه لقمنونی برای خانوادشون دست و پا بکنن به سوی اونها تیراندازی میشه و هر روز خبر کشتار اینها در همه جا پخش میشه. مسئله اینه که متاسفانه ما گاهن یا وقتی که با مردم کردستان با فعالین اونها صحبت میکنیم همه فکر میکنن که حتی گاهگداری از طرف اپوزیسیون سراسری هم از طرف اپوزیسیون خارج از کشور هم اونها مورد تبعیض قرار میگیرن و در مورد وقایعی که در کردستان در جریان سکوت میشه. آقای رشیدی عزیزم، امیر جان، این اخبار تکراری رو حواس دوستان رو پرتن، اینا 10 بار من میبینم داریم پخش میکنی، یک بار کافی بود عزیزم. ممنون از شما. آقای رشیدی گرامی، من در باب PKK چیزها شنیدم و پژاک و اینها، ولی در باب فعالیتاشون با جزئیات چیزی نمیدانم. خط عقیدتی این دو گروه چگونه است؟ جستجوگر چه چیزی هستن؟ در واقع من میخوام به این گونه به سوال شما پاسخ بدم. همان گونه که میدانید به کارگران کردستان یا همون PKK به رهبری آقای اوجلان حزب بسیار قدرتمندیه که امروز در کل منطقه حضور داره و رول بازی میکنه و در پیشبرد مسئله کرد در ترکیه نقش بسیار به سزایی ایفا کرده. جدا از این که ما این حزب قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم، من میخوام صراحتا بگم بنده به هیچ گونه سمپاتی نسبت به این حزب ندارم و در واقع در خیلی از مقاطع هم منتقد یه بخش از سیاست های این حزب بودم و هستم، ولی این حزب در پیشبرد مسئله کرد و ترکیه نقش تاریخی خودش رو بازی کرده. شما توجه داشته باشید که حدود 70 سال ترک اشاره می کردن که کردی در ترکیه وجود نداره. بله. حقوق بیش از 20 میلیون کرد در اونجا انتظار می کردن. بله. اینها عقب مانده کوهی هستند که پیشرفت نکردن به خاطر این لهجه دارن. بله، ترکای کوهی میگفتن. بله، امروز شما به خاطر و به دلیل مبارزات پیگیر کردها و همین پیشمرها و همین گریلاها در اکثر نقاط کردستان ترکیه و کل ترکیه با مثلا میلیون ها کرد در استانبول در آنکارا زندگی میکنن، اینها در پاسخه در واقع کوچ اجباری، همونی که مثلا در دوران صفوی شاه عباس مثلا یه بخش از کردها رو انتقال دادن به خراسان و به مصفاق. بله 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 شما میدونید. بله 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 قوچان اون طرف. بله میدونید میکنه بیش از 400 ساله و این، ولی این دیگه در واقع به هسته مرکزی و تشکیلاتی و فعالیتی این گروه ها تبدیل شده. امروز میبینید دولت آقای اردوغان
و نخست وزیر و رئیس جمهور دولت ترکیه برای حل این معضل و برای حل این مشکل دارن گام برمی‌دارن. ترکیه میخواد در واقع در سال‌های آینده، در 10 سال آینده رول یک ابرقدرت رو در خاورمیانه بازی بکنه. هرچند بعضیا فکر می‌کنن که اینها بازگشت به دوران امپراتوری عثمانی رو در سر می‌پرورانن، ولی خب به نسبت به ایران پیشرفت‌های بسیاری داشتن. بله. امروز کشور ترکیه در تمام دنیا دارای یک شأن و اعتباری دارن، به اتحادیه اروپا میپیوندن، اقتصادشون رشد کرده. ترک‌ها امروز همه در مورد بازرسی بدنی قرار نمیگیرن، ساعت‌ها در کیوسک‌های امنیتی فرودگاه‌ها نگهداشته نمیشن که به عنوان مثلا افرادی تروریست یا سفر کرده از یک کشور تروریستی به اروپا یا به اکثر نقاط دنیا در واقع مورد بازرسی قرار بگیرن. در صورتی که این کار هر روز با هر ایرانی در اکثر نقاط دنیا و این خب نتیجه این مسئله حاکمیت سیاه و صدور تروریسم جمهوری اسلامی ایرانه. همین آقای احمد ترکی که رفت و چندی پیش با آقای اوجلان در دریاچه در دریای راهیم ها مصاحبه کرد، حدود 2 دهه پیش در دهه 80 که کودتا در ترکیه صورت گرفته بود، این در کتابی در زندانی که در دیاربکر در واقع بزرگترین شهر کردستان در تمام بخشای کردستان، این در جهنم دیاربکر مشهور این زندان، اینها رو ناچار میکردن. در کتاب خاطراتش نوشته بود، این چندی پیش واشنگتن بودن، مهمان بنده بودن، زورم من چند بار ایشون رو دیدم، با ایشون مصاحبه کردم. میگم اون دورانه تو کتابش اومده، میگم تو زندان ما رو مجبور میکردن که جلو چشم اونها مدفوعی اونو بر بدنمون بمالیم و باید بدن همدیگه رو اونجا بو میکردیم. عجب. بله، ولی امروز دولت ترکیه چون این جنبش در واقع برحق بود، چون یک جنبش هویت طلبانه بود، در واقع یادمون نره که ناچار شدن ترک‌ها به دست و پای اون افتادن و ایشون رو فرستادن پیش آقای اوجلان تا این مذاکرات پیش بره. حرف من اینه که پیکاکا در واقع حزب کردستان ترکیه است و بزرگترین بخش کردستان هم اونجا هست. جدا از نقصهایی که به سیاست های این حزب داریم، این حزب نقش خودش رو بازی کرده، ولی از این حزب مهمتر جنبش مدنی و پارلمانی و سیاسی که در داخل ترکیه و کردستان ترکیه همون بدفه هست و دارای نمایندگان در پارلمان ترکیه هستن. و شما اینو باید داشته باشید، اگر زبان کردی، هویت کردی، موسیقی کردی که سالیان سال و حتی بیش از این بر در ترکیه قدغن بود، امروز برای برپای جشن نوروز بیش از 2 میلیون نفر در مثلا شهر دیاربکر یا 70,000 نفر در اکثر نقاط ترکیه در واقع به جشن و پایکوبی میپردازن و به جشن نوروز و به عنوان یک مرزمندی میان کرد و ترک در اون سرزمین یا به عنوان یک جشن هویت طلبانه و حماسی با شادی و با غرور ملی بسیار فراوانی برگزار می کنند. و به نظر من حل مسئله کردها در ترکیه بیشتر با اسبانی به خودگرانده جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و به این پروسه در حال جریانه. چرا؟ چون فکر می کنم ترکها به این نتیجه رسیدن که سرکوب و فشار و حتی کمک کشورهای خارجی و حضور ارتش ناتو در طول 30 سال گذشته در یک جنگ رو در رو با جز زیان اقتصادی و از بین رفتن سرمایه های ملی و حدود 50,000 نفر کشته این جنگ برداشته، چیز دیگه با خودش به ارمغان نیاورده. ولی یادمون نره که هنوز جنرال هایی هستن که پول های فراوانی به جیب میزنن و به عنوانی که تو مافیای اقتصادی عمل میکنن. چرا؟ چون ترکیه در حدودا در بیش از 30 سال گذشته با هیچ کشوری وارد جنگ نشده، هنوز افرادی در داخل در سیستم ترکیه در حکومت ترکیه پافشاری می کنن که این چند باید ادامه داشته باشه. ولی حکومت به هر حال قدم های مثبتی برداشته تا حل نهایی این مسئله راه طولانی در پیشه، ولی ترکیه امروز با ترکیه چند سال گذشته بله. بسیار متفاوته. بله بله بله، بسیار خوب. آقای رشیدی گرامی، من میخوام از شما قطع نظر از در واقع ستمکاری که رژیم در حق همه ایرانیان دارد، با توجه به اینکه برادران کرد ما
بیشتر اهل تسنن هستن، تبعیضات مذهبی چگونه اعمال میشه؟